خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته نگاهی می‌کنیم به واکنش مطبوعات در آستانه تحریم‌های آمریکا. و البته فوتبال. و در ادامه برنامه بله، این کلاگیسه. خواهم از ما خواسته حتماً کلاگیس بذاریم. همسران خارق العاده، آب و هوای عجیب و غریب و پشت پرده حراجی کریستیز در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، هفته به این مهمی که تحریم‌های آمریکا شروع شد به صورت کامل، در واقع روزنامه‌ها تعطیل بودن و خبری آنچنان انعکاسی ازشون نبود. جلوتر سلام، اولا رفته بودند ولی دیگه نرسیدن، دیگه به روز 13 آبان دیگه تعطیلات آخر رفته بود و در نتیجه میشه گفتش که خبر بزرگ رو از دست داده بودند، ولی به صورت مقالات رفته بودند، حرفاشون رو زده بودند قبل از اینکه تحریم‌ها رو تونستن پوشش بدن، نه انتخابات میان دوره آمریکا. بله، هر دو تا خبر مهم جهان تو روزهای تعطیلات افتاد. بله. می‌خوام شروع کنیم با روزنامه آرمان که از مدرسه‌های خودسر گفته و یک گزارشی از تنبیه دانش آموزان داده و نکته جالبی که اشاره کرده، گفته که از مردم و والدین می‌خوایم تا مشکلات و خودسری مدارس رو به روزنامه آرمان اطلاع بدن. تو این گزارشی هم که گفته در یک شهرستان جمع از توابع بوشهر خبرنگار رفته و میگه که بچه کتابش میفته روی زمین و معلم یهو میزنه تو گوش بچه که مثلا شلوغ کرده، اینم میگه که مثلا من کاری نکردم، شروع میکنه با خطکش بچه رو زدن و در صد آسیب میزنه به گوش بچه، صورت بچه. و خب تعجب میکنه آدم واقعا در این. بله، امسال مسائل آموزش پرورش اصولا مهم هست، در حالی که هر سال یه 10 روز اول مهر روزنامه معموله که متوجه آغاز سال تحصیلی میشن و به مسائل میپرسن، بعد گم میشه تو خبرها. امسال الان وسطای آبان داریم میرسیم، این هست، هم موضوع حقوق معلم ها، هم دستگیری بعضی از معلم ها و اخبار زد و نقیزی که دربارشون میرسه و هم مسائل مثلا مربوط به مدارس، خراب شدن دیوار، صدمه دیدن بچه ها، اینا همه مسائلی است که مطرح شده. در این شماره آرمان که شماره شنبه هستش، غیر از اون چی که شما اشاره کردیم به درست و موضوع مهمی هم بود که تیتر یک هستش، در این حال یک مقاله آقای بهمن آرمان نوشته در این پایین صفحه اول که در اونجا با تاکید بر اینکه عربستان ترکیه کجا دارن میره، ایران کجاست، بعد اشاره میکنه به اینکه چه اتفاقی افتاده و ترکیه که داره بزرگترین فرودگاه رو افتتاح میکنه یا کرده، یا عربستان که با وجود همه مخالفتایی که شد به هر حال داووس صحرا رو برگزار کرد و مقداری میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، میگه خب همه اینا هست، در این وسط ما کجاییم؟ ایشون اقتصاددانه و به درست این موضوع رو مطرح میکنه که الان سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا بدترین جا رسیده، رشد منفی اقتصادی داریم، تو روابط خارجی تنش داریم، یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو داریم و خلاصه این سوال وجود داره که در این وسط این منطقه پیچیده ایران کجا وایساده؟ خب بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم که باز هم یه جوری اشاره کرده به همین داستان این که ایران کجا وایساده یا بهتره کجا وایسه، از مقاله از آقای موسویان. آقای موسویان که الان دیگه مثل سابق توی هیئت مذاکره ایران و توی معاونت وزارت خارجه اینا نیست و به عنوان استاد در امریکا تدریس میکنه، خبر از یک دو تا جلسه میده که توش به عنوان سخنران حضور داشته و در یکی از این جلساتی که از مقامات امریکایی بوده و آدمای دیگه بودن حرف میزدن و چکیده حرف اونا رو نقل میکنه و آخر سر به نحوی میرسه به اینجایی که به هر حال یه خطراتی از توی این حرفا برمیاد و در 3 محور ایران میتونه مقابله کنه باهاش که اون 3 محور رو شرح میده که یکیش اقتصادی است، یکی مربوط است به جدلای داخلی که میشه که بعد معتقده باید برنامه تهیه کرد و بدون این جدلا، بدون اینکه یکی اینو بگه که چیز دیگه بگه،
رفت و برای منظمی آماده شد تا بتونیم ضربش کم کنیم. در ضمن میگه روابط خارجی رو هم باید بهبود ببخشیم. روزنامه بعدی بهار هست. بهار داره اشاره میکنه به موضوع اینکه 13 آبان شورای نگهبان این FATF رو یا این اسم کلی تری براش بازگه CFT رو رد کرد، مبارزه با پولشویی بود رو رد کرد همزمان با میگه که این دوتا شایبه های ایجاد کرده تقارن این دوتا با هم دیگه. و در این حال در همین شماره باز یک مطلبی میخونیم که علی افشار سامیرومی نوشته، آموزگاره، نوشته که هر سال خلاص حرفش اینه که 13 آبان 13 آبانه. 13 آبان که روز دانش آموز هست، در این حال روز استکبار هست به خاطر گروگانگیری همه چی، میگه که این دانش بچه ها رو میبریم تو نمایش و شعار دادن توی مراسم سیاسی و اینا و این استفاده از اونهاست و اونها رو بدون قید میکنه و ازشون نباید انتظار داشتش که انتقاد میکنه. میگه در اصل اینا هم یه فکری دارن، عقیده دارن. بله، و میگه که انتقاد بذاری. میکنه، میگه که این نوع کاری که دارید میکنید، یعنی استفاده از بچه‌ها برای مراسم تبلیغات سیاسی، این احترام گذاشتن بچه‌ها نیست. روزنامه بعدی همشهری هست. واقعا آفرین به همشهری که صدای مردم حاشیه اشاره میکنه. دکتر زنده مقدم 50 سال است که ما گهگاه شنیده ایم، بدون اینکه ایشون خیلی خودش رو مطرح نگه داره در شهر، که ایشون داره روی تاریخ و روی اصولا بلوچستان کار میکنه و 50 سال زمان کمی نیستش. و این 8 جلدی رو که حدود 5000 صفحه هم هست که تهیه شده، چند جلدش رو با پول خودش این مرد محترم چاپ کرد، بعد دیگه زورش نرسید، بعد اینا موندش و الان ایشون بیماره، در بیمارستان در تهران بستری است و درست در همین زمان چاپ شد، براش بزرگداشت گرفتن. یه چیز دیگه هم که اشاره کرده در مورد پایان سرگشتگی کودکان بی‌شناسنامه است که خبر خوبیه. میگه که دولت لایحه اصلاحات اصلاحیه، بله، تابعیت فرزندانی که لایحه است تابعیت فرزندان ایرانی که مادر ایرانی دارن رو بالاخره تایید کرده و امیدواریم که این داستان هم حل بشه و بچه‌هایی که زیر 18 سال هستن و مادر ایرانی دارن بتونن شناسنامه ایرانی بگیرن. برمیگردیم به برگزیده‌ها و مجله ها، اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگه. مردمی به صورت خودجوش اطمینان حاصل می کنند که همه مغازه‌دارها رأس ساعت مغازه هایشان را تعطیل کنند. باز نگه داشتن مغازه ها تخلف از قوانین مذهبی محسوب می شود. در زحل منطقه وسیعی هست که در اون باران الماس می باره. دوده کربنی که از ابرها میبارد در اثر حرارت بالا و فشار شدید تبدیل به الماس میشود. خیلی هیجان انگیزه. هیجان دبی شروع شده. حس انتظار در اتاق حراج. تعداد زیادی ایرانی اومدن. چند نفری از مصر، یه تعدادی هم از لندن و فرانسه اومدن. سلام بهرنگ. خب خیلی خوش آمدی به دیدبان. برای این ماه چی آوردی؟ گشت ارشاد خودجوش داریم در بیت المقدس. دیدم. بارون الماس داریم تو زحل و حراجی داریم تو دبی. اولین مجموعه که میخوام در موردش صحبت کنم یه مجموعه 3 قسمتیه به اسم همسران خارق‌العاده که توش مجری پا میشه میره کنیا، بیت المقدس و بعد هند و میره زندگی زنانی رو میبینه که توی شرایط اجتماعی و فرهنگی خیلی خاص و خیلی متفاوتی از بقیه دنیا زندگی میکنن. میخوام در مورد قسمت دومش حرف بزنم که رفته بیت المقدس و رفته پیش یک خانواده یهودی حاردی یا ارتدوکس. اینا اون بخشی از جامعه یهودی هن که اگه خیلی وقت دیده باشین مرداشون ریشای بلند میذارن، لباسای بلند سیاه میپوشن، زناشون موهای سرشون رو میپوشونن و مذهبی ترین بخش جامعه یهودی هن. و اکثرا مرداشون بزرگ که میشن تحصیلات مذهبی میکنن و خاخام یا روحانی میشن. این باعث شده که پسرها توی این جامعه از بچگی محدودیت تحصیلی بیشتری داشته باشن نسبت به دخترها. پسرها فقط تورات یاد میگیرن؟
مردم از من میپرسن نمیخوای پسرت وکیل یا پزشک بشه؟ نه، من نمیخوام. من میخوام پسرم تورات یاد بگیره. طبق قانون پسرها باید 11 ساعت در هفته ریاضی، علوم و خواندن و نوشتن کار کنند. در سال 2014 دولت بودجه مدارسی که این قانون را رعایت نمی‌کردند کاهش داد. اما تحت فشار حاردی‌ها در سال 2016 این قانون برچیده شد. تحصیلات مردان حاردی از نظر ذهنی پیچیده است، اما کاملاً مبتنی بر متون مباحث یهودی است. جای تعجب ندارد که تنها تعداد کمی از مردان جوان واجد شرایط تحصیلات غیر مذهبی در دانشگاهند. دختر من باید دانشگاه بره. باید تو رشته‌ای که دلش میخواد تحصیل کنه. ایرادی نداره که اون نون‌آور خانوادش باشه. اما پسرم باید تورات بخونه. الان حقوق زنان و دختران رو بکنیم. حقوق این بچه ها 11 ساعت رو هم برچیدن و گفتن ریاضی رو نمیدونم. یعنی میتونن همچنان پول دولتی رو بگیرن مدرسه ها و فقط تورات درس بدن. الان این خانومه خودش 15 تا بچه داره، 8 تا پسر 7 تا دختر، یا بالعکس کلن بچه زیاد دارن این یهودی های حاردی، و بعد در مورد همه چیز باید از خاخامشون اجازه بگیرن. در باره پیشگیری از بارداری باید از خاخامشون اجازه بگیرن. زناشون و بعد ازدواج وقتی میرن بیرون خونه باید کلاگیس بذارن سرشون یا روسری سرشون کنن. نکته عجیب ترش برای من اینه که همیشه ما در مورد محدودیت های زنهای مثلا مسلمان صحبت میکنیم، به خصوص در غرب، ولی خب در مورد محدودیت هایی که زنان حالا ارتدوکس یهودی دارن خب خیلی کمتر بهش نشون داده میشه. اولین قسمت مجموعه همسران خارق العاده چهارشنبه 30 آبان ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. دو قسمت بعد رو هم میتونید هفته های بعد در همین روز و ساعت ببینید. عجیب ترین آب و هوای دنیا از لندن عجیب تر. ما 4 تا مستند علمی داریم از مجموعه افق که تو این چند هفته پخش میشه. اولیش رو انگار اختصاصا برای شخص شخیص شما سرکار خانم مریم افشنگ ساختن. چند سال منتظر یک چنین فرصتی بودی؟ من مدت ها تلاش کردم که ما این مستند رو بگیریم، دوبله کنیم و آماده بشه برای پخش. میخوای شما به بینندگانی که نمیدونن توضیح بدی چه احساسی با آب و هوای لندن داری؟ آقا بدترین، غیر پیشبینی ترین، متفاوت ترین، عجیب ترین هواست. خود اپلیکیشن های آب و هوا هم نمیدونن این هوا تکلیفشون باش چیه. میگه آفتابه، میای بیرون بارونه. در وسط تابستون که همه جا 40 درجه است، اینجا مثلا چه میدونم زیر 10 درجه است، باید بلرزی. من هیچی نمیگم، من فقط یه هشتگ دارم که انتقادامو با اون هشتگ مطرح میکنم. بله بله عزیزم، فوقش لندن سالی 200 روز بارون میاد. ببین سیاره های دیگه از آسمون چی میاد. در برخی از سیارات به جای آب سنگ از آسمان می‌بارد، درست مانند این نقطه از هاوایی. اما شاید بتوان گفت عجیب‌ترین بارانی که در تمام دنیا کشف شده روی سیاره‌ای متشکل از گاز ببارد که به دور ستاره‌ای که صدها سال نوری از ما فاصله دارد می‌گردد. ما تونستیم سیاره واسپ 12B رو بررسی کنیم و نحوه تابش نور در اون حاکی از اینه که در جوش ابر وجود داره. تو این قسمت دمای هوا حدود 2000 درجه است. بنابراین محتمل ترین ماده تشکیل دهنده این ابرها اکسید آلومینیومه که بهش میگن کوراندوم، یا سنگ سنباده که ماده اصلی تشکیل دهنده یاقوت سرخه. از این رو به جای بارون که روی زمین از آب تشکیل شده، اونجا یاقوت مایع میباره. اول از همه که از آسمون یاقوت بباره هیچ اشکالی نداره، الماس بباره. بچه تو رفتی خیلی زحمت کشیدی، 500 مثلا کیلومتر نمیدونم سال نوری رفتی اون ورتر واسه من از یه سیاره دیگه. چرا نمیره همین اسپانیا، ایتالیا ببینی چه هواهایی دارن؟ بذار سیارهای دیگه منظومه شمسی رو بگم. سیاره داریم ابراش اسید سولفوریکه به جای آب. سیاره داریم توش یه طوفان 300 سال ادامه داره. کنیم. سیاره داریم از آسمونش آمونیاک میباره. سیاره داریم از تو همین منظومه شمسی خودمون، سیاره داریم از آسمون الماس میباره.
باز هی ناشکری کن. الان هی بگیم هوای لندن خیلی هم خوبه. خب مستند عجیب ترین آب و هوای جهان رو میتونید یک شنبه 27 آبان ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. در سه هفته بعد هم در همین روز و ساعت سه مستند دیگه از مجموعه افق درباره انرژی تاریک، پایان منظومه شمسی و آتش فشان‌های فضایی رو میتونید ببینید. خب و بزرگترین مجموعه حراجی دنیا کریستیز در کنار ساتبیز یکی از معروفترین حراجی آثار هنری دنیاست و البته بزرگترین حراجی آثار هنری دنیاست که علاوه بر لندن توی نیویورک و هنگ کنگ و دبی هم در واقع شعبه داره و هر سال 4-5 میلیارد پوند 7-8 میلیارد دلار آثار هنری رو از طریق به حراج گذاشتن میفروشه. حالا 250 سال از تأسیس کریستیز میگذره و تو 250 سالگیش برای اولین بار به یه سری فیلمساز اجازه داده که بیان پشت پرده این حراجی آثار گرون قیمت و اینا رو ببینن. یه نکته جالبی که هستش اینه که شما وقتی اثر هنری تو در اختیار حراجی میذاری که برات بفروشه یه قیمت حداقلی میذاری، میگی که از این پایین تر باشه اصلا نمیخوام بفروشیش. حالا نکته داستان چیه؟ نکته داستان اینه که شما باید تلاش کنی که خریداران نفهمن که این قیمت حداقل چیه و مجریای حراج به انواع اقسام ترفندها متوسل میشن که این راز رو افشا نکنن. 280,000 تا اون آقایی که اونجا هستن 280,000. اما حراجی ها برای بالا بردن قیمت پیشنهادی پیش از لحظه فروش فضایی ایجاد میکنن که بیانگر تمایل به کالای مورد نظر باشد و با این روش قیمت را بالا میبرن و این کار قانون نیست. خیلی وقتا میگیم دلالای حراج مثل کمدین های ناموفق میمونن، یعنی یکی از قسمت های جالب پشت تریبون ایستادن تظاهر کردنه. نمیتونی تابلو رو زیر قیمت حداقل بفروشی، برای همین باید یه قیمت پیشنهادی دیگه به وجود بیاری و این همون لحظه یه که میدونی باید طوری وانمود کنی که انگار اون یه پیشنهاد واقعیه و باید تا جای ادامه بدی که تابلو رو بفروشی. فقط 85,000 تا. با 85,000 تا شروع میکنیم. بنابراین هر کس که وارد بازی شده به پیشنهاد دادن ادامه میده چون کالا رو میخواد. حالا 95,000 تا. هدف من اینه که این حس رو ایجاد کنم که پیشنهادی که دارم واقعیه و از طرف یه شخصی که احتمالاً تابلو رو میخره. امیدوارم که خریداران حاضر در اتاق به پیشنهاد دادن ادامه بدن تا به قیمت پایه برسیم و بتونیم از نظر قانونی بفروشیمش. 95 و آخرین هشدار. اما گاهی اوقات این روش جواب نمیدهد. 95 تا فروش نرفت. جالب بود. مجموعه بزرگترین حراجی جهان، اولین قسمت مجموعه کریستیز بزرگترین حراجی دنیا رو میتونید سه شنبه 29 آبان ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت دوم رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی حتماً با ما در میون بذارید و برامون بفرستید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. خب می‌خوایم شروع کنیم با عصر ایران و داستان پرسپولیس دوباره. ببینید یه اتفاقی افتاد. حالا پرسپولیس که به هر حال ما شکست خوردیم در بازی رفت و اما یه حادثه اتفاق افتاد و این حادثه‌ای که من تصور می‌کنم خود وزارت آموزش پرورش که تصمیم به این کار گرفت فکر نمی‌کرد ابعادش تا اینجا بره، چون قرار شدش که تو مدارس بچه‌ها از طریق گذاشتن یک گیرنده تلویزیونی مسابقه رو تماشا کنن. به همین سادگی. اصلا واکنشی که پیدا شده، تعداد عکسایی که اومده، بعضی از این عکس‌ها به اندازه یک مقاله یا داستان کوتاه آدم رو به گریه میندازه، دراماتیکه. این عکس هم عرفان کاچاری گرفته. کوچاری ببخشید داره. کوچاری گرفته است و اینو روزنامه ایران عصر، عصر آخه نسخه عصر هم. آها مال روزنامه ایران عصر، من اشتباه گفتم عصر ایران. به نظرم میرسه که اصلا موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه رو که الان وقتی که مسابقه برگشت در پیشه به صورت یه مطالبه خیلی جدی در اومده
این موضوع مدت هاست مطالبه جدیه به خدا. یک دو روز برد در سایه، یعنی یک دو روز معلوم شد این تلویزیونه انگار همین کار کرد. پاکنویس فصلنامه فرنگی باز جدیده. بله این شماره اولش در اومده، شماره میخواد فصلنامه در بیاره، هر با این مال بهار و تابستان. شماره خوبیه، منقعه. من به عنوان یه آدمی که شغلش اینه ذره نگران میشم، به خاطر اینکه نمیدونم که در شماره‌های آینده میتونن دیگه همچین انرژی به کار ببرن یا نه. ببینید به موضوعش وفادار مونده، فرهنگی هنری است، ولی یک پراکندگی در موضوع، یعنی یک موضوع محوری، حتی یک موضوع محوری نداره. بیشتر ترجیح داده که به همه مسائل بپردازه. سایه رو تو تئاتر میبینه، مصاحبه میکنه با خانم به فرمان لیلی آج که نویسنده نمایش قند خونه، که این اواخر خیلی در بایش بحث و گفتگو شده وقتی رو صحنه اومده، و مباحث مختلف. خب بریم سراغ مجله ها و بخارای این ماه. ببینید بخارا شماره مهر آبانش رو داده است به دکتر صدیقی، جامعه شناسی ایران، بسیار مدیونشه. هم اینکه به عنوان یک استاد دانشگاه وقتی که رفت در کابینه پر جنجال دکتر مصدق، اول وزیر پوستگراف شد و بعد وزیر کشور، در اونجا واقعا سایه یک استاد و یک سیاست مردی در اندازه های جهانی پیدا شد. این شماره که شماره بسیار مفصلی هم هست، بیشتر شماره های بخارا اختصاص داده شده، مجله هایی که خیلی عمیق تحلیلی، بله، شخصیت های 300-400 صفحه رفته. بله. اولین مقاله‌ای که چاپ کرده از آقای نجوی شیرازی است که یه دوره خاصی و اونم همون دوره بعد 28 مرداد با استاد صدیقی در زندان بوده است، در زندانی که خود شهر میده که دکتر مصدق یه طرف بوده، آقای دکتر صدیقی و صادق پیروز و کریم پویا و بیازار و آقای کریم کشاورز و دکتر شهیدی و مهدی اخوان سالس و آدم‌های مختلفی در یه طرف دیگه بودن. و خب آقای انجویس دیگه با قلم ریزبین شهر میده که اونجا چه میگذشته، و این رفتار دکتر صدیقی، رفتار و کردارش ادب آموز بود. بریم سراغ مجله آزما که مثل اینکه این هفته، این ماه رو اختصاص دادن به آقای احمد پوری، یا حداقل مهمترین موضوعشون مصاحبه کردن با آقای احمد پوری. چرا؟ به خاطر اینکه من اینجا در این حال یه فرصت استفاده کنم، یه عذرخواهی هم بکنم. این اولین رمانی که آقای پوری در آورد، من دوچار این، بر اساس یه به اصطلاح اشتباه در فهم، دوچار این تصور شدم که این رمان زندگی نامه آقای پوری است، در حالی که قصه بود، قصه سورال تخیلی فوق‌العاده‌ای هم بود. حالا سومین قصه ایشون به عنوان فقط 10 ساعت منتشر شده، و به این مناسبت یک مصاحبه مفصلی ندا عابد مدیر مجله کرده است با آقای پوری، که در حقیقت با عنوان یک کتاب، که بیشتر راجع به همین کتاب راجع بهشون صحبت می‌کنه. همینقدر فقط گفته باشم که آقای پوری انقدر در ترجمه جای خوبی رفته، و انقدر در ترجمه شعر به خصوص، از این جهت به گردن نسل جدید یک منتی داره آقای پوری که کم و کوچک هم نیست. پرونده‌ای هم که مجله درست کرده گفتگویی است که با خانم دکتر تادیه و نامور مطلق و دکتر فتویی کرده است، درباره در حقیقت در بطن این در حسرت روزهایی که دیگر نیست، در یه تصویری از فرهنگ ایران که گذشته جادوی غریبی است، زمان از دست رفته با همه اتفاقات خوب بدش، وقتی به یاد میاد حسی خوشایند و حسرت بار رو در ذهن میدار میکنید. خیلی مختصر میتونید در مورد این خانواده سبز هم یه نشریه خانوادگی هفتگی است، بنابراین پیداست بعد از نشریات سنگینی که فکر سنگینی بخارا و آزما و اینا رو دوشمونه، بیایم ذره پیاده شیم، بیایم بریم تو خونه خانواده، تفریحاتی که تو خونه و زندگی و احتیاجاتی که آدم‌ها دارن، آشپزی، قصه های کوتاه، جدول و شبیه. روی جلدی که دارید می‌بینید یک خانم هنرپیشه ترک هست، بعد ایشون یک فیلمی بازی کرده است که فیلم کارگردانش و بقیه عواملش ایرانی هستند، به اسم جن زیبا. این هم جن زیباست. جن زیبا که همین خانم نورگل باشه، وقتی که اومده چند تا کار مهم کرده، اینه که با توجه به اینکه نرخ اومده ایران محجبه هم شده. بله، چرا که می‌بینید محجبه به سبک بچهای ایران محجبه است. دیدین که همین مانتو و روسری و اینا
و با آقای مهرداد فرید که به اصطلاح توی این فیلم کارگردانه صحبت شده در مورد دستمزدش که میگه خیلی رعایت کرد با ما کنار اومد و بعدم وقتی که گفتیم که ترجیح داره که حجاب داشته باشین که خلاصه مسئله ایجاد نشه و اینا با روی خوش پذیرفت و خب بذارید این وقت کوتاهی که مونده شهرونگ رو ببینیم که کار بسیار جالبه کرده. این صفحه همینطور چاپ شده. بله من شما اجازه بدید من درستش این ورش کنم برگردونم و بخونم بتونم بخونم. قاعدتا فکر کنم میخواد بگه که همه چی برعکس شده و با اینم شروع میکنه که اهم اخبار همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم و همینطوری مغازه‌داران علایالدین مجانی میدهیم، فروشندگان موبایل پاساژ علایالدین به جهت همراهی با دولت موبایل های خود را رایگان میدن. یه چیز بامزه ای هم اونور داره، 3 زن و 4 مرد به دلیل پرخوری ترکیدند. بانک مرکزی اعلام کرده سامسونت خالی همراهتون داشته باشین. عالی ترین نشینه دانشمندان ژاپنی معتقدن که دور دوم تحریم ها برای لطافت پوست مفید است. بله. مرسی آقای بهنود و همینطور ممنونم از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتون در مورد تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بفرستید. راه‌های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.